درود بسیار در آخرین ماه پاییز با سلامی چو بوی خوش آشنایی. جراید چاپ تهران نوشتن که در پایتخت ایران بوهای نامطبوعی به مشام میرسه. در پایتخت بوی تعفن میاد. خیلی ها دارن میگردن ببینن که این بو از کجاست. به نظر من بسیاری از کسانی که دنبال این بو میگردن، کسانی که در ایران دارن حکومت میکنن، برای یافتن این بو اول به اطرافیان خودشون نگاه کنن. بو از خودشانه. در دنیا کرونا هنوز حرف اول رو میزنه. مردم جهان در انتظار واکسن این کرونایی هستند که تمام دنیا رو به نوعی از آسایش دور کرده. همه منتظرن که این واکسن بیاد، بلکه زندگی به حالت معمولی برگرده. انتخابات آمریکا که یکی از داغ‌ترین خبرهای جهان بود، دیگه گرماشو از دست داده. اما در ایران ترور یک نفر حکومت و بزرگان حکومت رو به وحشت انداخته. و در خارج از کشور خبر وفات یک هنرمند همه رو متاسف کرد. رامش هم رفت. به تماشای برنامه نگاه خوش آمدید. به نظر من در آینده نویسندگان، برنامه سازان، فیلم سازان و کسانی که در کار هنر هستند از چهره‌های حکومت جمهوری اسلامی در این 42 ساله برنامه‌ها، فیلم‌ها و کتاب‌های جالبی رو به وجود میارن. خیال می‌کنم که این چهره‌ها تاریخ ایران رو رنگین کرده. حالا چه رنگی کرده نمی‌دونم. از زمانی که آقای خمینی و همراهانش از هواپیما پیاده شدند، چهره‌های جالبی به تاریخ ایران اضافه شد. خود آقای خمینی و آخوندهای اطرافش، قطب‌زاده، بنی صدر که هنوزم خیال میکنه رئیس جمهوره، یزدی که خیلی با یاسر عرفات دوست بود، و خلاصه چهره‌های بسیاری کسانی هستند که میشه در موردشون نوشت. همین الانم همین آقای خامنه‌ای، روحانی و همین آقای ظریف که حرفهای ظریفی میزنه، چهره‌هایی هستند که در آینده سوژه هنرمندان خواهند بود. البته چهره‌هایی هستند که ما به درستی اونها رو نمیشناسیم. مثلا بعد از ترورشون میشه شناختشون، مثل آقای فخری زاده که نخست وزیر اسرائیل بیشتر ایشون رو میشناخت تا مردم ایران. نکته بسیار ظریف اینه که نخست وزیر اسرائیل به ایشون میگفت دکتر فخری زاده، اما هیچ کس در ایران به ایشون دکتر نمیگه و به هر حال تحصیلاتی حتما دارن ایشان، ولی دکتر نیست. اسرائیلیا لقب دکتر رو بهش دادن. اما یکی از چهرهایی که به نظر من جالب ترین چهره در جمهوری اسلامی، این آقای احمدی نژاده. احمدی نژاد در مصاحبه‌ای که با مهدی نصیری، سردبیر سابق کیهان، داشته، مطالب جالبی رو مطرح کرده. ایشان در مورد حجاب گفته قانون حجاب باید به درخواست اکثریت مردم باشه، و جمله گفته نظر آیت الله خامنه ای نمیتواند مانع از بیان نظرهای دیگر درباره حجاب اجباری باشه. به نظر من بهتر خانم مسیح علی نژاد یک تلفنی به ایشون بزنه، به این احمدی نژاد بگه تو کار ما دخالت نکن، تو رو چه به حجاب و این حرفا. به هر حال ایشان چون خیال داره در سال 1400 کاندید ریاست جمهوری بشه، میخواد حرفای جالبی بزنه. قبلا هم احمدی نژاد یک کارهایی کرده که خاص خودشه. از جمله یک نامه به آقای ترامپ نوشت. در این نامه به آقای ترامپ نوشت که اسامی آقازاده ها رو منتشر کنید. البته ترامپ به ایشون جوابی نداد. احمدی نژاد بگم ترامپ لیستش تو جیبمه. احمدی نژاد با توییت مرتب تولد مایکل جکسون رو تبریک میگه. فرقی نمیکنه تو این دنیا باشه یا اون دنیا باشه، و بسیار به مایکل جکسون علاقه منده.
یک بار هم برای خانم آنجلینا جولی یه توییت فرستاد و به خاطر کارهای خیریش تشویقش کرد. البته نه اون نه دیگران به ایشون جواب ندادن. نگاه کنید به این کاریکاتور. نامه رو بده، بگو شعور داشته باش جواب بده. مثل اینکه کسی شعور نداشته بهش جواب بده. بعضی ها میگن به خاطر علاقه ای که به مایکل جکسون داره گاهی اوقات مثل مایکل جکسون رقصی هم میکنه. نگاه کنید کاریکاتور جالبیه. اما زمانی که منشور کوروش بزرگ رو به ایران آورده بودن، او رفت و مدت ها به این منشور نگاه میکرد. حالا چرا نگاه میکرد؟ ایشون چه کار داره به کوروش؟ نمیدونم. بعد هم برای اطرافیانش درباره کوروش نطق بزرگی کرد. جالبه که اکثر اطرافیانش که باهاش کار میکردن الان به جرم ببخشید دزدی در زندان هستن. نگاه کنید به این کاریکاتور. یه ترشی برای زمستون بندازم که همه انگوش به دهان بمونن. بله، ترشی میندازه برای زمستون که یه موقع بتونه ازشون استفاده بکنه. و احمدی‌نژاد علاقه عجیبی به کوروش داره و مرتب میره کنار مقبره کوروش عکس میگیره و کوروش هم گاهی اوقات جوابشو میده. میگه محمود جان، جون مادرت بگیر آسوده بخواب که همه از دستت بیدارن. و قراره که در سال 1400 کاندید ریاست جمهوری بشه. البته خیال میکنید اگر رئیس جمهور شد حجاب رو آزاد میکنه، مقررات حجاب رو ور میداره؟ نخیر، در این مصاحبه گفته که مجلس شورای اسلامی باید رأی بده. مجلس شورای اسلامی هم چه کسانی توشن؟ کسانی که بدون اجازه رهبر آب نمیخورن، حتی چرت هم بدون اجازه اون نمیزنن. بله، به هر حال این آقای احمدی نژاد زمانی که رئیس جمهور بود آمد به آمریکا، رفت در سازمان ملل نطق کرد. البته گروه زیادی وقتی که این اومد سالن رو ترک کردن، اما گفت هیپنوتیزمشون کرده و حاله نور دور سرش بود. همون زمان من خیال داشتم یک نمایش موزیکال بگذارم که این آقای احمدی نژاد نقش اولش رو بازی بکنه، اما متاسفانه همه چی حاضر بود اما کسی رو پیدا نکردیم شکل احمدی نژاد باشه. همه قیافه‌های خوبی داشتن، هیچ کس زشت نبود، هنرپیشه‌اش پیدا نشد. حالا اگر رئیس جمهور شد شاید این نمایش رو روی صحنه بردم. 42 سال جمهوری اسلامی و 1001 چهره زن، کاری از پرویز کاردان. هر هفته دوستان خوب این برنامه برای من تصاویری رو میفرستن، میگن این تصاویر رو پخش کن. البته بسیاری از تصاویر یک کمی تکراریه، اما بعضی هاش و حرفایی که اونها میزنن برای من جالبه. اجازه بدید در این نگاه به چند تصویر با هم دیگه نگاه بکنیم. اول نگاه بکنیم به آقای فخری زاده که چند روز پیش ترور شد. ایشان عکس مهمی نداشت، روزهای اول فقط یک عکس داشت. راجب ترورش انقدر صحبت کردن، حرفایی که اصلا به هم دیگه هیچ ارتباطی نداره. اول گفتن 13 نفر بهش شلیک کردن، بعد گفتن اصلا کسی نبوده، از یک اتومبیلی او رو به رگبار بستن و خلاصه معلوم نیست چگونه کشته شد. اما علاقه به عکس گرفتن نداشت. نگاه بکنید به این عکس، رفته بغل دوربین فیلمبرداری نشسته. اونایی که میخوان تصویرشون توی فیلم برداری نباشه، بهترین راه اینه که برن بغل دوربین بشینن. بغل دوربین بشینی، دوربین که نمیتونه اینطوری بگیرتت. به هر حال در مورد عکس برداری هم ایشان آدم زرنگی بوده. تصاویر بسیار زیادی از خانم نسرین ستوده برای من میفرستن. بانوی شجاعی که به نظر من یکی از چهرهای به نام امروز تاریخ ایرانه، در سراسر دنیا دارن از او یاد میکنن و ستایشش میکنن به خاطر مقاومتش. مدتی مرخصی بوده، از زندان آمده، ولی متاسفانه گویا به کرونا مبتلا شده. براش آرزوی سلامتی میکنم. خانم ملینا ترامپ، همسر ترامپ، بانوی اول آمریکا،
این خانم که در یکی از کشورهای نه چندان معروف اروپا مدل بود و مدلی بود که لباسهای کمتری تنش میکرد، با این آقای ترامپ آشنا شد، باهاش ازدواج کرد. بعد از چند ازدواجی که آقای ترامپ داشت، هرگز باورش نمیشد که زمانی خانم اول، بانوی اول آمریکا بشه و با ترامپ به سفرهای متعدد بره، از جمله به عربستان سعودی بره و پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی چرا نگاهی بهش بکنن، که ایشون به هر حال یه زن بسیار زیبایی بود. نگاه کنید به یه کاریکاتور زیبایی که از اون کشیدن. فکر نکنید که میخوام در مورد شرف بدی بزنم، ولی به نظر من کاریکاتور بسیار جالبی است. البته ایشان تنها یک ماه دیگه بانوی اول آمریکاست. و نگاه بکنید به این تصویر. اینها زنانی هستند که فرزندانشون رو از دست دادن. نشریه یا تلویزیونی در جهان این تصویر رو نشون نمیده. چرا؟ زمانی که تصاویر زیبای همسر آقای ترامپ و دختر آقای ترامپ هست، کسی به این زنان فرزند از دست داده نگاه نمی کنه. چه چهره های غم‌انگیزی دارن. اما برعکس، خانم ترامپ و دختر آقای ترامپ زمانی هم که رفته بودن به دیدار پاپ هم به اونها نگاه میکرد و لذت میبرد. این هم تصویری است از آرزوی میلیاردها نفر در جهان که منتظر واکسن کرونا هستند. البته دانشمندان طب اسلامی در ایران گفتند که داروی کرونا رو پیدا کردن و به زودی واکسن اون رو هم به مردم عرضه می کنن. اما روز به روز بر تعداد جان باختگان در ایران اضافه میشه. آقای خامنه ای هم برای کرونا یک دعا پیشنهاد کرد که خودش هم خوند. اما آقای روحانی رو نگاه کنید، از ترس کرونا با دهان بسته کنار که چه عرض کنم، چه فاصله ای از آقای خامنه ای گرفته که مبادا واگیر داشته باشه کرونا ایشان. اینقدر فاصله گرفتن که مجبور شدن برای صحبت کردن از میکروفون استفاده کنن. و برای تفریح نگاه کنید به آقای ظریف. دورگردی است این آقای ظریف که آب و خاک و ذخایر ایران رو برای فروش عرضه کرده. و این هم یک کاریکاتور بسیار معنیدار. تفاوت انقلاب کبیر فرانسه و الان در ایران. در انقلاب فرانسه مردم گرسنه سر بزرگان رو با گیوتین قطع کردند. حالا این آخوندها هستند که دست مردم رو قطع می کنند که به نان نرسند. کاریکاتور بسیار جالبی بود. حالا با هم نگاه بکنیم به آخرین عکس. نرگس شیراز. من شیرازیم. در ایام نوروز در شیراز نرگس خوشبوی شیراز حرف نخست رو می زنه. ۲۵ دسامبر سالروز وفات مردی است که شادی رو به جهان عرضه کرد. او با آثار خودش مردم جهان رو شاد کرد و هنوز هم آثارش از با ارزش‌ترین آثار هنری دنیاست و مردم باز هم نگاه می‌کنند. ووه شهر کوچک و زیبایی است در سوئیس. شهری است که شاید کمتر کسی دلش می‌خواست به اونجا بره، اما حالا بسیاری به اونجا میرن برای اینکه این نابغه بزرگ در اونجا آرمیده. در قبرستان‌های اونجا چارلی چاپلین به خاک سپرده شده. چارلی چاپلین یکی از بزرگترین، محبوب‌ترین هنرپیشه، کارگردان، آهنگساز به نام بود که مردم جهان بسیار بهش علاقه مندند. او انسانیت، مهربانی و شادی رو به مردم جهان عرضه کرد. و چرا همه میرن سوئیس که مقبرش رو ببینن؟ برای اینکه او کسی است که استثنایی بود در جهان. چارلی چاپلین یکی از
بزرگترین کارگردانان، بازیگران، حتی آهنگساز بسیار بسیار با ارزش جهانه. آثارش جز و آثار کلاسیک سینمای آمریکاست و او بود که مهربانی و شادی رو به مردم دنیا عرضه کرد. حالا چرا دارم از چارلی چاپلین یاد میکنم؟ برای اینکه در میهن عزیز ما بیش از 40 ساله که شادی فرار کرده، نمیگذارن که مردم شاد باشن، نمیذارن براحت برقصن، لباس مورد علاقهشون رو بپوشن، بچه ها بازیشون رو بکنن و اونها رو وادار میکنن به عزاداری. عزاداری باید چیزی باشه که مردم ایران دنبال کنن. چند ماهی رو در سال مردم باید سینه بزنن، قمه بزنن، گریه کنن، پای سخنان این آخوندها بنشینن، حرفای تکراری رو گوش کنن. اگر جوانان عزیز کشور ما بخوان یک مهمانی داشته باشن، تولدی باشه، میخوان دور هم باشن، شادی کنن، صدای موسیقی باشه، احیانا یک درینکی بخورن، میریزن اونها رو، میبرن شلاق میزنن، دشمن شادی هستن. چارلی چاپلین یک فیلم بسیار بسیار مهمی داره به نام دیکتاتور بزرگ که در مورد هیتلر ساخته. هیتلر تنها 4 روز از چارلی چاپلین کوچکتره. چارلی در مورد هیتلر میگه این سرنوشت ما دوتا بود که یکی دنیا رو به خنده بیندازد و دیگری به گریه. حکومت جمهوری اسلامی هم حکومتی که دلش میخواد مردم رو به گریه بندازه. چه گریه برای روزهای عزاداری، چه گریه برای زندگیشون که این روزها واقعا تراژدیه. اجازه بدید چند جمله از چارلی چاپلین، این نابغه بزرگ، براتون بخونم. حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخشه. انسان اگر فقیر و گرسنه باشه، بهتر از اونه که پست و بی‌عاطفه باشه. اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم بیدار نشه. اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی ناامید نشه. وقتی زندگی 100 دلیل برای گریه کردن به شما نشون میده، شما 1000 دلیل برای خندیدن به اون نشون بدید. بیهوده ترین روز زندگی آن روزیه که ما نخندیم. چارلی چاپلین میگه بعد از مدت‌ها فقیر بودن به شهرت و ثروت رسیدم، اما آموختم که با پول میتوان ساعت خرید ولی زمان نه. با پول میشود مقام خرید ولی احترام نه. میتوان کتاب خرید ولی دانش نه. میتوان دارو خرید ولی سلامتی نه. میتوان رخت خواب خرید ولی خواب راحت نه. ارزش اینها به دارایی ها نیست، به معرفت اینهاست. و بالاخره چارلی چاپلین میگه بزرگترین الماس جهان آفتابه که خوشبختانه بر گردن همه میدرخشه. با خودم فکر میکردم اگر چارلی چاپلین نابغه زنده بود، میآمد به ایران و به مردم ایران نگاه میکرد، چی میگفت؟ نمیدونم، اما خیال میکنم که برای مردم ایران شاید 2-3 قطره اشک میریخت. نگاه کنید به آخرین تصویر از چارلی چاپلین بزرگ. در سمت راست آخرین عکسی است که ازش گرفتن و در سمت چپ چارلی چاپلینه که با عروسک خودش داره نمایش میده. آقای ترامپ چهره بسیار جالبی در جهان بود که تا چند روز دیگه باید کاخ سفید رو ترک بکنه. اما در مدت 4 سالی که رئیس جمهور آمریکا بود، یک چهره بسیار استثنایی در جهان بود. هر کجا که رفت تصاویر زیادی از او دیده شده. خیلی ها از او متنفر بودن، خیلی ها صمیمانه دوستش داشتن. اما میگن دنیا رو انگشتش چرخوند. و از حق نگذریم، آمریکا رو بسیار دوست داشت. در مدت 4 سالی که قدرت داشت، اقتصاد آمریکا رو شکوفا کرد. بگذاریم که کرونا همه کارها رو خراب کرد. کارهای همه رو خراب کرد. فقط ترامپ نبود.
در مدتی که رئیس جمهور آمریکا بود، این آقای ترامپ سفرهای متعددی کرد. یکی از مهمترینش به نظر من سفرش به کره بود و ملاقات با رئیس جمهور کره شمالی، اون رئیس جمهور توپولی که دم مرز باش دست داد و خیلی هم باش صحبت کرد. چند تا ملاقات داشت ولی به جایی نرسید. البته با این رهبر کره شمالی به راحتی کسی نمیتونه به جایی برسه، چون در کشورش مقررات خاص خودش رو داره. در کره شمالی رهبر حرف اول رو میزنه. هر موقع رهبر رو میبینن همه باید دست بزنن. رهبر هم برای اونا دست میزنه. فقط مردان حق رانندگی دارن. خانم‌ها حق ندارن رانندگی کنن. هیچ کسی حق نداره تلفنی داشته باشه که با خارج از کشور صحبت میکنه. محصولات اپل و سونی هم نباید وارد بشه چون آمریکاییه. مردم کره شمالی فقط باید ادبیات کره شمالی رو مطالعه کنند. یک کمی شبیه جمهوری اسلامی که فقط باید مسائلی رو که حکومت میگه مردم مطالعه کنند و در مدارس درس بدن. خوشبختانه این روزها اینترنت کارشون رو خراب کرده. در کره شمالی چند تا کانال محدود تلویزیونی است. مردم فقط باید این کانال ها رو ببینن و تعداد بسیار محدودی اینترنت دارن. درست مثل ایران، نه درست مثل ایران، ایرانی ها که ماشاءالله خیلی کانال دارن، اما ایران هم ماهواره قدغنه، اما ایرانی ها همه ماهواره دارن. روز هشتم ماه جون در کره شمالی روز وفات پدر این رهبره و همه باید گریه کنن، تو سرشون بزنن، همه باید گریه و زاری راه بندازن. یک کمی شبیه بعضی ماهایی که مردم ایران حتما باید عزاداری کنن. بیشتر درآمد کره شمالی خرج ساختن موشک‌های قاره پیما میشه. یک کمی شبیه جمهوری اسلامی که مخارج زیادی رو مردم باید متحمل بشن برای اینکه موشک‌های قاره پیمایی که 1000 کیلومتر به قول خودشون میره بسازن. کره شمالی تنها دوستانش روسیه و چین هستن و جمهوری اسلامی. یک وجه مشترک بین کره شمالی و جمهوری اسلامی هست و اون اینه که اگر کسی مخالفشون باشه، حرفی بزنه خلاف بزرگان حکومت، اونها رو به گلوله میبندن. اما کره شمالی اخیراً یک کار بسیار جالبی کرده. کار جالبش اینه که گفته در محافل عمومی، در خیابان‌ها و رستوران‌ها دیگه کسی سیگار نکشه، اما رهبر همیشه سیگار دستشه و باید سیگار بکشه. اجازه بدید از موقعیت استفاده بکنم و از مضرات سیگار بگم. امیدوارم دوستانی که سیگاری هستن از من ناراحت نشن. در بسیاری از کشورها سیگار بیشتر از کرونا جان مردم رو میگیره. در خیابان سانتا مونیکای همین لس آنجلس ما یک تابلویی است که نشون میده که از اول سال تا به حال چند نفر به خاطر سیگار جانشون رو از دست دادن. نگاه بکنید، در این 11 ماهه این سال 440,382 نفر جانشون رو از دست دادن. البته دولت آمریکا برای اینکه مردم سیگار نکشن بسیار تبلیغات میکنه، قیمت سیگار رو 10 برابر کرده، اما خیلی ها هنوز سیگار میکشن. اجازه بدید در آخر این نگاه با هم نگاهی بکنیم به یک آگهی تبلیغاتی که سالهای پیش من در برنامه گذاشتم. یول براینر، بازیگر بسیار خوب جهان، در اثر کشیدن سیگار سرطان گرفت و جانش رو از دست داد. نگاه بکنید که خودش در یک تبلیغ 30 ثانیه‌ای با مردم صحبت میکنه. Ladies and gentlemen, the late Yul Brynner. I really wanted to make a commercial when I discovered that I was that sick and my time was so limited. I wanted to make that commercial that says simply, now that I'm gone, I tell you, don't smoke. Whatever you do, just don't smoke. If I could take back that smoking, we wouldn't be talking about any cancer. I'm convinced of that. چهل و دو سال جمهوری اسلامی.
و 1001 چهره زن، کاری از پرویز کاردان. در بسیاری از موزه های به نام جهان آثار با ارزشی است که از سراسر جهان به دیدن آنها می آیند و شهرت و افتخار موزه ها به داشتن این آثار بسیار گرانبهاست. آثار تاریخی و باشکوه ایران نیز در میان شاهکارهای جهان می درخشند. فرش های ایرانی، دسترنج و افتخار هنرمندان ایرانی در میان آثار با ارزش موزه ها درخششی چشمگیر دارند. بسیاری از کاخهای باشکوه جهان با فرش های ایران تزیین شدند. گالری فرش توسی در قلب لس آنجلس موزه ایست از فرش های استثنایی و با ارزش ایران. ده 825 سانتا مونیکا بولوارد، لس آنجلس، کالیفرنیا 925. شماره تماس 310-44-10-100. زندگی در آمریکا بدون بیمه خطرناک است. بیمه سلامتی، بیمه اتومبیل، بیمه عمر و انواع بیمه ها به وسیله مشاوری آگاه و با تجربه با بهترین قیمت برای شما فراهم می شود. جوزف کره‌ای برای هزاران نفر بهترین بیمه ها را فراهم کرده است. 818-909-0777 و 310-360-304. 42 سال جمهوری اسلامی و 1001 چهره زن، کاری از پرویز کاردان. آب در زندگی انسان ها حرف نخست رو میزنه. انسان میتونه چند روزی بدون غذا باشه، اما بدون آب نمیتونه باشه. متاسفانه در میهن عزیز ما با آب مشکلات بسیار دارن. سیل‌های متعدد آمده. دوست من نیک آهنگ کوثر باز هم میخواد راجع به آب صحبت بکنه. آیا میدانستید که آب جزو قانون حقوق بشره؟ آقای کاردان عزیز، بارها توی برنامه به این اشاره کردم که آب جزو حقوق بشر هست. وقتی نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر میخواستن ضمانت اجرایی بدن به این اعلامیه، اومدن و میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رو هم نوشتند. کشور ما ایران در سال 1354 به این پیمان پیوست و هنوز هم عضو این میثاق بین‌المللی هست. به عبارتی اگر چیزی رو نقض بکنه به خاطر اینکه عضو این پیمان هست، بایستی جوابگو باشه. از سال 2010 آب جزو حقوق بشر شد، یعنی زمانی که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل بود. همین چند ماه پیش از او پرسیدم که تأثیر کار او چی هست و او گفت که به واسطه این که آب جزو حقوق بشر محسوب میشه و بایستی دولت‌ها و حکومت‌ها آب رو بدون تبعیض و به طور عادلانه توزیع کنن میان مردم، پاسخگو خواهند بود. و اینجاست که نقش رسانه ها بیشتر هست که بیان و از حقوق مردمانی که شاهد نقض حقوقشون هستیم دفاع کنند، بیان واقعیت ها رو بیان کنند. درباره ایران وقتی صحبت میکنیم میبینیم که در جنوب، در ماهشهر چه اتفاقی میفته. وقتی سیل میاد مردم نه بهداشت دارن نه آب درست حسابی، خونه ها رو آب میگیره، فاضل آب میزنه بیرون. از طرف دیگر میبینیم که در سیستان و بلوچستان با اینکه سیلاب هم در اونجا اتفاق میفته، اما خیلی از مردم در همون مناطق سیلاب زده و آسیب دیده تشنه‌اند، چون مدیریت منطقی وجود نداره. اینها استانهای حاشیه‌ای و مرزی ما هستند. اقلیت‌های قومی در اونها زندگی میکنند. کشور ما اگر درست اداره میشد، آب بدون هر گونه تبعیضی بایستی توزیع میشد میان مردمان این مناطق، اما دیده ایم که چه بر سر کودکانی میاد که در سیستان و بلوچستان به دنبال آب ممکنه در کوتک ها بیفتن غرق بشن، در رودخانه ها بیفتن غرق بشن و یا تمساح بیاد به اونها آسیب بزنه.
اما مدیریت آب فقط مسئلش در مناطق حاشیه نیست. در همین تهران به دلیل اینکه مدیریت فاضلاب هم درست نیست، در نواحی مختلف شهر هر وقت بارندگی اتفاق میفته، بوی بسیار بد آسیب میزنه به سلامتی مردم. میگفتند که این بوی بد ناشی از مازوت هست. مازوت یا همون نفت کوره که برای نیروگاه‌های اطراف تهران استفاده میشد. اما الان که بر اساس اعترافات خود مسئولان وزارت نفت دیگر نفت کوره به این نیروگاه‌های تولید برق داده نمیشه، ماجرا احتمالاً فاضلابی هست که متاسفانه با هر بارندگی بیرون میزنه. در خیلی از کشورهای جهان دیده ایم که وقتی بارش باران میاد و سیستم فاضلاب شهری درست نیست، بوی بد باعث آزار مردم میشه. اما در تهران این داره شدیدتر و شدیدتر میشه و همیشه هر سال در محدوده زمانی آذر ماه به خصوص این مسئله رو بیشتر میبینیم. یکی از بینندگان خوب برنامه شما از من میپرسید که خب ما که این همه کارشناس داریم، چی کار باید بکنیم با این کارشناسایی که دستشون به جای بند نیست؟ نکته بسیار مهمی است. خیلی از کارشناسان میخواهند کاری انجام بدن، میخواهند مشکلات آب و فاضلاب تهران و نقاط مختلف کشور رو حل کنند، اما امکانات در اختیارشون نیست و چون برای دولت کار میکنند، عملا امکان در حقیقت تأثیر گذارشون به حداقل میرسه. چرا؟ چون مدیران ارشد مانع کار درست این افراد میشن. اما همین کارشناسان بعضیاشون میترسن که اگر تغییر سیاسی در کشور رخ بده، اونهایی که جدید میان اونها رو قلقم کنند. با یکی از کارشناسان صحبت میکردم، میگفت که امیدوارم روزی که تغییراتی مهم در کشور ما رخ بده، ما از آفریقای جنوبی یاد بگیریم. وقتی ماندلا و حاکمان جدید اومدن در آفریقای جنوبی، نیومدن حذف بکنن بسیاری از کسانی که در دوران آپارتاید کار کرده بودن، اومدن اونها رو پاسخگو کردن و مسئولیت طلبیدن و خواستار جبران بسیاری از کوتاهی‌ها شدن. و دیدیم که در دولت‌های بعدی آفریقای جنوبی بعد از آپارتاید، خیلی از مدیران پیشین دارن کارها رو پیش میبرن و خیلی کمک کردن به ایجاد ثبات در کشور. اگر بتوانیم راجع به این مسئله بیشتر صحبت بکنیم که برای بهبود وضعیت در آینده‌ای که جمهوری اسلامی نیست چه کار میشه کرد، به این خواهیم رسید که بسیاری از کسانی که الان در کشور دارن خدمت میکنند، میخواهند خدمتگزار باشند و اثر بگذارند، اما به دلیل سیستم نمیتوانند کاری بکنند، بایستی از کمکشون بهره گرفت با شرط پاسخگویی و شفافیت، با رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و توجه به میثاق بین المللی حقوق اجتماعی فرهنگی و اقتصادی و در نظر گرفتن اینکه آب و بهداشت جزو حقوق بشر هست. امیدوارم روزی روزگاری وضعیت کشور ما بهتر از چیزی باشه که الان شاهدش هستیم. پیشنهاد شده که روز تولد استاد شجریان رو به عنوان روز موسیقی ملی ایران نامگذاری کنند. هنوز حکومت جوابی به این پیشنهاد نداده. سال گذشته گفتن خیابانی رو به نام استاد شجریان بگذاریم که این کار رو نکردن و چه کار خوبی کردن. در شهری که خیابان به نام قاتل انور و ساداته، استاد شجریان نامش روی خیابانی نباشه. و اما استاد شجریان زمانی که جانش رو از دست داد، مردم براش چه کردن، اما حکومت راحت نبود، اجازه نداد که مردم حتی برن به آخرین دیدارش کنار مقبره فردوسی. فرزندش چند روز پیش به مناسبت 40 وفات این استاد رفت به کنار مقبرش و مراسم مختصری داشتن. نگاه کردم دیدم دوست بسیار خودم استادم علی نصیریان در مورد شجریان مطالبی گفته که جالبه. نصیریان گفته شجریان در موسیقی سنتی آوازی ایران منحصر به فرد است. شجریان در عمر پربرکت خود در زمینه موسیقی آوازی ایران تحقیق و تفحص کرد و با استادان این رشته کار کرد، آموخت و آزموند.
شجریان توده مردم رو با مفاهیم شعر حافظ آشنا کرد. او حافظ رو به مردم شناساند، برای مردم وطنش خوند و چه زیبا خوند. او همواره با مردم بوده و هست. شجریان نماینده به حق فرهنگ ایران در دنیاست. با درود بسیار به دوستم علی نصیریان، من میخوام یک جمله اضافه بکنم به صحبتهایی که علی نصیریان در مورد شجریان کرد. او میهنش رو دوست داشت و برای آزادی و دموکراسی در میهنش فعالیت کرد و تا آخرین لحظه‌ای که زنده بود به میهنش عشق ورزید. اجازه بدید با هم براتون یک ویدیو پخش بکنم. بچه‌های ایرانی که حکومت زیاد مشتاق نیست به موسیقی علاقمند بشن، ترانه مرغ سحری رو که شجریان بارها خونده بچه‌ها اجرا کردن. نسل جوان هرگز استاد شجریان رو فراموش نمی کنه. صدای گرمی که خاموش شد. رامش، خوانندهی با صدای خاص خودش. متاسفانه در 75 سالگی قلبش از کار ایستاد. ما او رو از دست دادیم. رامش مردم رو دوست داشت و مردم رو هم رامش رو دوست داشتن. یادش همیشه گرامی است. در برنامه های آینده بیشتر از او صحبت خواهیم کرد و فکر میکنم که بسیاری از برنامه سازان باید برنامه های ویژه‌ای در مورد این خواننده استثنایی موسیقی پاپ ایران داشته باشن. اجازه بدید بریم به سراغ ویدیوهایی که مردم فرستادن.
همیشه خیال کردیم در مورد روسری سر کردن خانم ها خود خانم ها باید تصمیم بگیرن. نخیر، آخوندها در مورد همه چی باید تصمیم بگیرن و کار همه رو باید انجام بدن. نگاه کنید به یک آخوندی که به خانم ها میگه چجوری روسری سرشون کنید. ببینید چه حرفا میزنن. برو بر ترمینن روسر یادونا بزرگ بگیرید و اینجوری کنید که برجستگی بدن دون پیدا نباشه. اینجور نکن که گردنت پیدا باشه، اینجور کن. ولی از رب نه بیاندازن خماره نه علا جیوبه نه. شما به چی میگید؟ جیب عربیه، جیب عربیه، اینجا میگیم جیب تو اینجاست. ولی از رب نه به خماره نه علا جیوبه نه. روسریا اینجا بنداز گشاد خمر خمار روسری گشاد بیاد تا پایین، نه یه چیزی مثل دستمال کاغذی دمه یابو از پشتش پیداست کله گربه جلو. اینجوری بنداز بره تا پایین ایبرم بیاد. میدونم که خانم ها حتما به حرف این آخوند گوش نمیدن، اما بالاخره نگاه میکنن، تفریح میکنن. خلخالی، این آخوندی که خیلی ها رو کشت و جزو آخوندهای قاتلی بود که در تاریخ ایران مونده، اما دوستاش هنوز ازش دفاع میکنن. میان جلوی دوربین میگن حالا گیرم 60 نفر رو کشته. اینم به دستور امام بوده. نگاه کنید، جالبه. مشی آقای خلخالی رو شما قبول داشتید؟ آقای خلخالی حکم زمان را به یدک میکشید. آقای خلخالی یک عنصری بود برای اون ایام، وجودش مقتنم بود، خیلی خدمت کرد. آدم ها شلوغی بود اصولا آقای خلخالی. مجموع افرادی که اعدام کرده شاید به 60 نمیرسن، اما به اندازه 60,000 نفر صدا کرد. واقعا ازش میترسیدن. یک رعبی ایجاد کرد تو دل ضد انقلاب و ارتشیه مخالف. خیلی تغییر کردن اونا. اگر امروز آقای خلخالی بود منزوی بود، چون مشیش مشی برای اون روزا خوب بود، برای امروز نه. آقای خلخالی رو اینطوری باید شناخت. بنابراین این شما تایید میکنید کاری که آقای خلخالی تو کاری که آقای خلخالی تو مقطع کرد حتما تایید میکنه، چون حکم امام ایشون داشتن. باور من نمیکردم که ایشون حکم اجتهاد هم داره. یعنی آقای خلخالی مجتهد بودن؟ بله، حکمشون خود منم داد. و این ویدیویی که میخوام براتون پخش بکنم یکی از دوستان خوب این برنامه فرستاده. نگاه کنید و قضاوت کنید. میگوید روزی از کنار مسجدی رد میشدم و دیدم که عده‌ای دست به دعا برداشتند و میگویند خدایا کافران را بکش. رفتم تا به کلیسایی رسیدم و دیدم در آنجا هم عده‌ای دست به آسمان برداشتند و میگویند خدایا کافران را بکش. گذر کردم تا به در میخانه ای رسیدم و دیدم در آنجا جام ها را به هم میزنند و میگویند بزن به سلامتی. من آن موقع بود که فهمیدم دین مستی بهترین دین است که جز سلامتی دیگران آرزویی ندارد. پرستش به مستی است در کیشمه، برون از این حلقه هوشیارها. محبوبیت استاد شجریان شاید در تاریخ هنر ایران بی نظیر باشه. نگاه کنید، یک هنرمندی یک تصویر از استاد میکشه.
نطق یک آخوند به نام پناهیان در مورد ترور محسن فخری زاده. جالب، نگاه کنید. حقیران بزدلی که هنوز اتفاقی نیفتاده، یک سرباز این انقلاب جان خود را تقدیم کرده و به حق جان خود را تقدیم کرده، ترسیدن می نویسن شکیبایی استراتژیک باید مهمترین محور سیاست ایران در نفی آتش افروزی نتانیاهو و ترامپ باشد. شما از ترامپ و نتانیاهو می ترسید و جنگ افروزی موهوم و دروغینش. این ملت نمی ترسد. ما آماده مبارزه و نبرد با امریکا و اسرائیل در تمام عالمیم. ما اکبر منافع. در نگاه پنج، دوست خوب من نگاهنگ کوثر در مورد آب در ایران صحبت کرد و مشکلات آب. حالا نگاه بکنید به امیدیه در یک شهری که باران این نعمت خداوند میباره و مردم باید خوشحال باشن که هستن، اما شهرداری داره همین موقع به درخت آب میده. یه ویدیو فرستادن، جالبه. کش شهرداری ما تو هوای بارونی ملاحظه فرمایید چقدر زحمت کشن. ای دست در نکنه شهردار، تو هوای بارونی دارن درخت های بلوار آب میدن. ای دمت گرم شهردار، زحمت کشیدی. این هم از شهرداری امیدیه. 42 سال جمهوری اسلامی و 1001 چهره زن، کاری از پرویز کاردان. همونطور که خبر همیشه باید تازه باشه، موسیقی زمانی ما همیشه باید موسیقی زمان باشه. با هم گوش کنیم به ترانه زاهد با صدای گرم امید توتیان. ترانه امروزه. Just
با تشکر بسیار از امید توتیان که همیشه هنرمند زمان خودشه و با تشکر از شما که به برنامه های من توجه میکنید، شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم. امیدوارم شادی در خاله ها باشه.